ما کاراکتری داشتیم جلسه قبلی دیدی که علامت سوال و کالون بود. اون میواد چیکار میکرد؟ گفتم بهتون که چه کارهایی رو انجام میده، میاد چه فرقی میکنه و اون یه معنی خاصی رو به گروه شما میده. این جلسه میگم متا کاراکتری داره به نام علامت سوال و ایکوز. این میاد میگه پوزیتیو لوک اهد سرشن، یعنی ادعای پیشبینی مثبت رو به شما میده. سرشن یعنی ادعا کردن، لوک اهد یعنی پیشبینی و پوزیتیو هم یعنی مثبت. حالا ما نگاتیو داریم، لوک اهد بک اهد هم داریم، یعنی ادعای پیشبینی مثبت که هیچی، پیشبینی که مخالف پیشبینی مثلا گذشته میشه، گذشتهشو ببینید چیه، میشه ادعای مثلا منفی پشت سر، اینجوری میشه معنی میده. ولی پوزیتیو لوک اهد اسرشن به خاطرتون بسپرید. اما ببینید اسرشن یعنی که ادعا کن، بیا بگو که چی میخواد پیش بیاد. این میگه اسرشن یعنی بیا ادعا بکن ببین چی میخواد پیش بیاد. وقتی که اون چیز پیش نیومد کل عبارت رو اجرا نکن. یه چیزی مثل یه چیزی در نظر بگی تو برنامه نیست، یه چیزی داریم به نام if، مثلا condition. البته این condition نیست، خیلی فرق میکنه و مثل اون فقط میگم که فکر بکنید، تصور نکنید که اون طوریه. و خب میاد چیکار میکنه؟ پیشبینی میکنه expression رو. اگر fail بشه یا اجرا نشه میاد چیکار میکنه؟ کل match چی میشه؟ fail میشه، از کار میفته و اجرا نمیشه. و شما داخل این بعد از این علامت سوال مساوی میتونید هر رگولار یا عبارت مثلا درست حسابی رگولار اکسپرشن رو قرار بدید و میتونه استفاده بشه ازش. و این میاد چی میگه؟ میگه باز زیرو ویث و هیچ موقع برای من اینکلود نکن، گروهی رو داخل یک مچی برای من اینکلود نکن. یعنی فرقش با جلسه قبلی بود، وقتی علامت سوال کالون رو میذاشید میمد یه چیزی رو اینکلود میکرد. اسرشن میگه که مثل مثلا پوزیشن میمونه، مثل محل میمونه، کاراکتر رو ریپرزنت نمیکنه، یعنی یک کاراکتر رو برای شما نمایش نمیده، محل کاراکتر رو نشون میده. این رو باید خیلی خوب در نظر بگیرید. تا جایی که ساپورت پیش میرم تمام رگولار اکسپرشن انجینا ساپورت میکنن جز یونیکس و باید این رو در نظر بگیرید. و سینتکسش هم اینطوریه، من داخل گروهی علامت سوال مساوی مینویسم و بعد ریجکت رو مینویسم. مثالش هم اگر بخوایم بزنیم به این صورت، اگر من تو این عبارت بعدش سی شور رو بنویسم، سی شور یعنی ساحل، و بعد سی رو بنویسم و بعد بگم که اینو با کد ما مچ میکنه، این میاد مچ میکنه با سی یا SEA و سی شور، یعنی با سی داخل سی شور مچ میکنه، اما سی داخل سی ساید مچ نمیکنه. یعنی چی؟ میاد اول دنبال سی میگرده، سی شور میگرده، میبینه اول تو سی شور وجود داره، سی شور، خب بعد میبینه آره سی شور وجود داره، بعد دوباره میره عبارت دوم که سی هست، میبینه سی هم داخل سی شور وجود داره و بعد میگه که اوکی سی شور مچ شده. اما سی ساید رو چجوری نگاه میکنه؟ اول میره دنبال سی شور میگرده میبینه وجود داره یا نه، میبینه وجود نداره داخل سی ساید، و دیگه کلن عبارت دوم که اون سی هست بیرون پرانتز اون رو دیگه اجرا نمیکنه. و این همون میتونه باشه، هم پایینی مثل بالایی میتونه باشه. من سی رو میتونستم بنویسم داخل پرانتز به اصطلاح عبارت علامت سوال و مساوی رو بنویسم یا پوزیتیو لوکیتد اسرشن رو بنویسم و بعد شور رو مینوشتم بالا. توجه بکنید که من دیگه سی رو وقتی قبلش مینویسم و شور رو دیگه بعد بعدش بنویسم، دیگه نمیام سی شور رو داخلش بنویسم چون دیگه سی اینکلودد شده. حالا در مورد اینکه کدوم بهتره در جلسه دیگه صحبت خواهیم کرد، اما بریم این چند تا مثال رو بزنیم که بهتر متوجه شید. خب اینجا نگاه بکنید ببینید که من سی شور و سی ساید رو جلوی این اینجا نوشتم. اول میام چیکار میکنم؟ داخل پرانتز این به اصطلاح اسرشنمون رو مینویسم، اسرشن ادعامو مینویسم، میگم برو اول ادعا بکن سی شور وجود داره یا نه، وقتی وجود داشته باشه حالت برو سی رو نگاه بکن. خب میاد چی رو برای من برمیگردونه؟ سی رو برمیگردونه، مچ میکنه، چون داخل پرزنتیشن هم نوشتم واسه شما که کدوم رو مچ میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه برو، میگه من ادعا میکنم که کلمه سی داخل سی شور وجود داره. به خاطر همین رفته اینو چک بکنه. نگاه کنید اگر من اینو بزنم اینجا، نگاه کنید، حالا ادعا میکنه که کلمه سی داخل سی ساید وجود داره. میبینید اینجا؟ یعنی برو ادعا میکنه، من دارم ادعا میکنم. اگر فارسی بخواید اینجوری معنی کنید، این من که زبان مادریتون هست، بهتر متوجه میشید.
و بعدش میتونید چیکار بکنید؟ بیاید به صلاح همون عبارتی که ما داشتیم رو اگر من این سی رو کات بکنم پوستر این قرار بدم و بعد شو رو بردارم سی شو رو بذارم اینجا ببینید همون رو مش میکنه. این مثل بالایی هیچ فرقی نمیکنه. پس گیج نشید و خب این هم باید به شما بگم. ببینید علامت سوال مساوی نمیاد شو رو برای شما برگردن. علامت سوال دو نقطه برمیگردن. یعنی چی؟ یعنی میگه برو نگاه بکن ببین آیا شور داخل بعد از سی میاد یا نه. اگر این ساید رو میذاشتم به جاش میگه برو نگاه بکن ببین ساید بعد از سی میاد یا نه. این داره اینو میگه. این گفتم به شما کاراکترا رو ریپرزنت نمیکنه، کاراکترا رو نمایندگی نمیکنه، محلش رو نمایندگی میگه برو ببین شور قبلش سی وجود داره یا نه. این داره اینو میگه به شما به زبان فارسی و این خیلی متفاوته با اون دو نقطه که میومد چیکار میکرد اینکلود میکرد اون چیزایی که داشت. حالا من یه به اصطلاح تکسی رو دارم که اینجا بازش میکنم داخل این و تمام این رو کپی میکنم و برمیگردم کجا اینجا پیستش میکنم. یک تکسی هستش زیاد مهم نیست، یه نامه یه خیلی هم طولانیه. میگیم که بیا کلماتی رو پیدا بکن که آخرشون کاما داره یعنی ویرگول داره. میام دو تا ورد باوندری پیدا میکنم چون تکستمون خیلی طولانی. هر موقع تکستمون طولانی بود دو تا ورد باوندری. اگه میخواد وردی رو پیدا بکنید دو تا ورد باوندری پیدا بکنید. ورد باوندری ها که پیدا کرده میگم برو بک اسلش دبلیو رو نگاه بکن همه کلمات رو انتخاب میکنه دیگه اینجوری درسته. اما گفتم باز که طولانیه میایید چی انتخاب میکنید اینجا میگید که A تا Z بزرگ و A تا Z کوچیک چون کلمه. من اگه بک اسلش دبلیو بذارم کدوم رو پیدا میکنه بچه‌ها؟ گفتم به شما نامبرها رو هم اینکلود میشه. بعد میگم چیکار بکن الان بیا نه تنها این بعضیش هم آپاستروفی داره به خاطر همین آپاستروفی ها بعدشون بیشتر آپاستروفی بعدشون ویلگوله بنابراین من اینجا یه آپاستروفی هم میذارم اینجا که اینو اینکلود بشه بکنه و آخرش یه پلاس هم میذارم. ببین اگر آپاستروفی ها رو برداریم میبینید که اینا که آپاستروفی دارن آخرش نشون نمیده اینجوری میبینید. خب من آپاستروفی به خاطر این میذارم و اینا رو که نوشتیم میگیم که خصیصش هم بکنه. وقتی خصیص میکنه میبینید که دونه دونه اینا هم در نظر میگیره. بعد تنها اگر نگاه بکنید میبینید که همه اینا که ویلگول داره آخره رو بخوایم نشون بدیم اگر شما بودید میومدید چیکار میکردید؟ ویلگول رو میذاشتید آخرش. خب گفتم برو تمام کلمات انتخاب کن. تمام کلمات انتخاب میکنه همه کلمات ببینید و گفتیم آخرش ویلگول بذار. درسته. حالا این علامت این رو هم میذاشتید اینجا میبینید که عمل نمیکرد در صورتی که بعد میومدید مثلا ویرگول رو اینجا میذاشتید و مثلا این رو اینجا میذاشتید و بعد پایین این مثلا این رو میذاشتید میبینید که اینجا عمل نمیکنه خاطر اینکه این قضیه خیلی فرق میکنه با اون چیزایی که قبلا به شما توی چپتر قبلی گفتم. مثلا ویرگول ها رو اینجا گذاشتیم پیدا. حالا اگر من میومدم ویرگول رو به اصطلاح چیکار میکردم داخل این پرانتز میذاشتم. ببینید این پرانتز اینجا باز و بسته. خب باز هم همونه اما علامت سوال مساوی رو میذارم. خب ویلگولا رو شامل نمیشه یا کلماتی رو پیدا میکنه که درست بعدش ویلگوله. ببین چقدر فرق میکنه. یعنی اگر من ویلگول گذاشتم اومد چیزهایی رو پیدا کرد که به اصطلاح چی ویلگول رو هم دارن یا مثلا میگید که یه چیزهایی رو پیدا بکنید آخرشون اسپیس داره یعنی به این صورت میبینید که اسپیس داره. اینا که اسپیس نداره مثل لیت مثل این اینا رو شامل نمیشه. پس میبینید شما اسپیس رو نمیخواید شما ویلگول رو نمیخواید شما کلماتی رو میخواید که آخرش ویلگول داره. شما یا اینجا مثلا کلماتی رو میخواید که آخرش نقطه داره مثلا خب یا بک اسلش نقطه به این صورت و اسکیپش بکنید دیگه گفتم بهتون. اینو باید خیلی خوب در نظر بگیرید. این فرقش اینه که حالا ویرگولا خیلی کمتره بهتر میفهمه. این فرقش اینه که وقتی ما از علامت سوال دو نقطه استفاده میکنیم ویرگولا رو شامل میشه. اما وقتی از علامت سوال مساوی قرار میدیم میگه ویرگولا رو شامل نشو. این فرقش با قبلا اینه که خیلی خوب میتونید متوجه بشید.